نمیتونی جلوتو ببینی رابری؟ من که جلومو میبینم، شما جلوتونو ندیدی. منظور حرفت اینه که من از انبوت برخورد کردم؟ آره؟ نه، منظور من اصلا این نبود، فقط میخواستم حرف اضافه موقوف، راهتو بکش و بروزت باش. اینم که اشتباهه، فعلا شما زیاد حرف میزنید. تو چقدر زیرنگی، جلوی خودم میگی دارم دروغ میگم؟ آره؟ از اینجا برو، با من دهن به دهن نشو. در ضمن امروز بابا خیلی رو مود خوبی نیست، قراره بعد جور دعوا بشی. وایسا. اینا رو برای چی پوشیدی؟ امه من داشتم درش می آوردم دیگه. خدا لعنتت کنه، همه طلاها رو پوشیدی و راحت داری تو خونه میگردی؟ میخواستم به مامان نشون بدم. به مامانت نشون میدادی؟ یا جلوی هر غریبه‌ای میخواستی خودتو جلوه بدی؟ با تو هم پسر، تو چرا اینجا وایستادی؟ برو پیش آقای اقبال. باشه، دارم میرم. تو اصلا حیا و خجالت سرت نمیشه؟ جلوی خدمتکار خونه اینجوری ظاهر میشی؟ تو به همون مادر و همین دختر. عمه لطفا این حرفو دیگه نکن. پس دیگه از تو بپرسم و حرف بزنم؟ نفیسه؟ نفیسه؟ بله آبجی. گفته بودم ببرش یه جای ام بذار، اینطوری جای ام گذاشتنه؟ بچه هست، اشتباه کرده. واسه اشتباهات مامانش ما خیلی تاوان پس دادیم. حواست بهش باشه. از جلوی چشه دور نشه. چشم. اینم بذار تو اتاق پریم. چشم. به خاطر اشتباه پدر و مادر بچه هاشون مجازات میشن و به خاطر اشتباه بچه ها پدر و مادر مجازات میشن. این که قانون این جامعه است دخترم. کاملا اشتباهه، من قبولش ندارم. من برای اشتباه خودم باید مجازات بشم، نه واسه اشتباه مامانم. بی خیال، ولش کن، من اینو سر جاش میذارم. بهت کمک میکنم عزیزم. عزیز مامان، مامان من واقعا زن خیلی بدی بود. جهانارای بیچاره، تقدیر و شرایطش هر دوتاش خیلی بد بود، وگرنه زن خیلی خوبی بود. من فقط اینو میدونم که شما خیلی خوبی، بهترین نامادری این دنیا هستی. کتکت میزنم و دختر، من که نامادری تو نیستم، من فقط و فقط مادر گیتی هستم. عزیز دلم. من دوباره برمیگردم. کجا میری؟ پیش بابا. نه الان نه، امروز اعصابش خیلی خورده، از صبح تا الان دوبار دوام کرده، واسه همین دارم میرم. بهادر رفته پیش بابا، عمه وقتی دوام میکرد میخندید، الان کیف میده وقتی اون دوام به شما من بخندم. خیلی زشتگیتی. برمیگردم.